بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دبیرخانه مسجد کوفه با همکاری اداره آثار باستانی نجف نخستین مرحله بازسازی قصر دارالعماره را آغاز کرد. این قصر که در سال 17 هجری ساخته شده از آثار باستانی مهم تاریخی اسلامی است. هدف بازسازی حفظ آثار باقی مانده و توجه به رویدادهای تاریخی این مکان است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که مصر بیماری مالاریا را به طور کامل ریشه‌کن کرده است. این بیماری در مصر از دیرباز وجود داشته و اکنون با این موفقیت کشور به دستاوردی بزرگ دست یافته است. سالانه بیش از 400 هزار نفر در جهان بر اثر مالاریا جان خود را از دست می‌دهند. وزارت کشاورزی بنگلادش اعلام کرد که سیل امسال بیش از 1 میلیون تن برنج را نابود کرده است. باران‌های موسمی در ماه‌های آگوست و اکتبر جان دست کم 75 نفر را گرفت و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد. خسارات کشاورزی کل کشور حدود 380 میلیون دلار برآورد شده است. با ثبت 2 مورد جدید فلاج اطفال در سند جنوبی، تعداد کل مبتلایان در پاکستان به 39 مورد رسید. پاکستان و افغانستان تنها کشورهایی هستند که ویروس فلاج اطفال در آنها گردش دارد. مقامات پاکستانی در 28 اکتبر کمپین واکسیناسیون سراسری برای 45 میلیون کودک زیر 5 سال را آغاز خواهد کرد. سیل‌های اخیر در بنگلادش 1,100,000 تن برنج را نابود کرده و دولت را به افزایش واردات وادار کرده است. این سیلاب‌ها در 2 موج بزرگ در اوت و اکتبر رخ دادند و دست کم 75 کشته و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دادند. دولت تصمیم به واردات 500,000 تن برنج گرفته است. در آتش سوزی اخیر در یک ساختمان آپارتمانی در کارولینای شمالی، نسخه ای از قرآن کریم به طرز معجزه آسا سالم ماند. این آتش سوزی تقریبا همه چیز را تخریب کرد و بیش از 20 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرد. خوشبختانه تمامی ساکنان بدون آسیب دیدگی از حادثه خارج شدند. در روز 3 اکتبر 2023، روز درهای باز مساجد، هزاران مسلمان با شعار زندگی مهم است، هر زندگی ارزشمند است، به استقبال بازدید کنندگان رفتند. شورای هماهنگی مسلمانان بر اهمیت زندگی در تمام اشکال تأکید کرد. حدود 1,000 مسجد در آلمان در این رویداد به شناخت و تبادل نظر کمک کردند. مسجد فضل، اولین مسجد لندن، در 19 اکتبر 2024 به 100مین سالگرد خود رسید. این مسجد به عنوان مرکزی برای گسترش اسلام در غرب شناخته می شود. ساخت آن عمدتاً از طریق کمک‌های زنان جامعه اسلامی تأمین شد. سنگ بنای آن در اکتبر 1924 گذاشته شد. گارد ساحلی اسپانیا بیش از 231 پناهجو را از یک قایق فرسوده در نزدیکی جزایر قناری نجات داد. در میان نجات یافتگان 14 زن و 3 کودک بودند. از ژانویه تا اکتبر 2025 بیش از 32 هزار پناهجو از غرب آفریقا به جزایر قناری رسیدند که افزایش 40% نسبت به سال گذشته داشته است. مسجد رسول اعظم صلی الله علیه و آله در ساحل مطرح استان مسقط عمان نمادی از معماری سنتی اسلامی است. این مسجد متعلق به مهاجران قدیمی هندی تبار است که بیش از 500 سال در عمان حضور دارند. بیشتر آنها از شیعیان عمان هستند که مناسک مذهبی خود را آزادانه برگزار می کنند.